این روزا دنیای مجازی پره از این شکلات های ترند دبی، همونجور که میدونید داخلش با مغز کرم پسته و رشته های کنافه ترکی پر شده. دلیل ترند شدنش هم همین موضوع رشته های کنافه استش که باعث شده حالت کریسپی و خیلی خوشمزه به این شکلات ها بده. اگه شما هم دوست دارید از این شکلات ها توی خونه درست کنید، حتما با من همراه باشید. صرف تا سرش رو بهتون آموزش دادم. سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ من الا هستم و اینجا چنل الا تایمه. خیلی خوش اومدید، امیدوارم هر جا نگه هستید شاد و خرم باشید. امروز میخواییم با همدیگه ترند ترین شکلات این روزها رو آموزش ببینیم. چیزی نیست جز شکلات پسته کنافه دبی. همچنین من امروز بهتون آموزش درست کردن کرم پسته این شیرین رو هم یاد میدم که حالا به روش های مختلفی ممکنه درست شه، ولی من امروز این مدلش رو براتون آماده میکنم. خوشحال میشم که تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. شکلات سکه‌ای دارم که برای درست کردن شکلات ها باید حتما بنماریش کنید یا به هر روشی که خودتون میدونید شکلات ها رو آب کنید. و اینجا رشته کنافه دارم. این رشته ها رو هم باید کات کنیم به تیکه های خیلی ریز و به همراه کره توی ماهیتابه تفتش بدیم تا زمانی که کاملا کریسپی و ترد بشه. ابتدای کار برای درست کردن شکلات ترند دبی ما نیاز داریم به کرم یا سس پسته. هم میتونید اون رو آماده از مغازه‌های بیرون آماده خریداری کنید و همینطور مثل من خودتون توی خونه درست کنید. من با استفاده از پسته خام که حالا هیچ مزه‌ای نداره، خام خوش شده، اونا رو مغز گرفتم، باز برای احتیاطی دو شستم، گذاشتم خوش شدن. میتونید برای خوش شدنشون از ایرفرایر استفاده بکنید. برای درست کردن کرمش روش‌های مختلفی هست. خب خیلی از دوستای دیگر دیدم که جوری دیگه هم درست کردن، مثلا زمانی که پسته رو میشونن و میکسش میکنن هیچ چیزی بهش اضافه نمیکنن برای اینکه خود همون پسته صورت طبیعی باشه. اگر میخواید یه کوچولو مزه‌دارتر و چرب‌تر باشه که راحت به رشته های کنافه با هم دیگه میکس بشن، میتونید مثل من از یه قاشق چایخوری کم روغن نارگیل میخوام استفاده بکنم و یه قاشق چایخوری عسل. اگر دوست دارید میتونید یه نصف قاشق چایخوری هم سس شکلات اضافه کنید، ولی من دیدم مثلا دوست خوبم شقایق جون که لینک ویدیوش هم براتون آخر سر میذارم که اون همین شکلات پسته رو همراه بستنیش هم درست کرده با فوق العاده خوشمزه است. اگر دوست داشتید حتما ویدیوش رو ببینید. اون مثلا با شیر عسل و یه مقدار ارده سس پستش رو درست کرد. من در ابتدای کار خرد میکنم اینا رو. کره تقریبا 50 گرم کافیه، بستگی به میزان حالا داشته هاتون داره. این دمپی چوله و اجازه میدم تا با کره ها کاملا برشته بشه و دیگه برشته که شد نتیجه شو میبینید. حتما اجازه بدید که کاملا کریسپی بشه. بچه من امروز هم دارم در حینی که دارم اینو درست میکنم دارم اینجا حلیم هم درست میکنم. آموزش حلیم هم قبلا توی کانال هم گذاشتم، اگر که دوست داشتید من لینکش رو بالا میذارم، حتما برید و ببینید. توی زمستون واقعا میچسبه. هرچی که بیشتر بمونه این کلیسپی تر میشه و خوشمزه تر میشه. بریم سراغ سس پستمو. پس گفتیم که برای درست کردن پسته ها رو که تا این روش براتون توضیح دادم باید به مولینکس یا دستگاهی که کار میکس رو تو خونه انجام میده اضافه بکنید و مثل حالت این که بخواید گردو رو برای فسنجون خرد کنید در اون حد، فسنجون مدل شمالی که خیلی گردوش خمیر میشه، در اون حد بعد اینو بزنیم. اون به روغن نارگیل و عسل نارگیل که بهتون گفتم در انتهای کار باید اضافه کنیم. چون که صدای میکسر خیلی بالاست صدای ویدیو رو کم میکنم براتون.
ببینید این هنوز نیاز داره که من اینو میکس کنم. این مقدار حالت خمیری فرم پیدا کرده. میکنید. من توی این مرحله بهش اون مقدار روغن نارگیل و سر که حالا طعمش هم زیاد عوض نشه. کوچولو سس شکلات. این یکی کاملا دل بخواد. الان این مخلوطی که میخواین درست شده. اگر دوست داشتید که خمیری تر باشه بهش همون شیرعسل یا مقدار بیشتری روغن نارگیل اضافه کنید، ولی برای من همونجوری اوکی هستش. اینم از رشته های کریسپی شده کنافم و کاملا اون چیزیه که میخواستیم. ببینید یه توی این مرحله رشته ها رو با این پستم میکس میکنیم به هر میزانی که میخواییم و دیگه بعدش میریم برای پر کردن شکلات ها. اگه تا اینجای ویدیو از آموزش من خوشت اومده، خوشحال میشم که با لایک و کامنت از من حمایت کنید. برای قالبم همونجوری که گفتم، حالا من میخوام از اینا استفاده کنم. معمولا از قالب‌های صاف استفاده میکنم. این ظرفم آوردم که بدون توی قالبم نداشته باشیدم میشه استفاده کرد. و همچنین قالب‌های پاپسیکلم دارم. حالا میخوام توشون تست کنم ببینم میشه انجام داد یا نه. الان شکلاتم گذاشتم آب شده و میارم که با هم دیگه مرحله اول رو انجام بدیم. اینا یه دور برن توی یخچال بمونن، بعد فیلینگشون رو انجام بدیم و بعد مرحله دوم کاکائو. من یه سری شکلات هم درست کردم، شکلات ولنتاین که و همچنین پاستیلش که لینک اونا رو میذارم داخل هم قالبا درستش کردم، خیلی خوشگل شد. و اگر دوست داشتید اون ویدیو رو هم ببینید. این هاپوه چون خوشگله پایی هاپوه رو میخوام درست کنم. خیلی من این رو برمی زارم توی فریزر چند تکی آماده کردم و بعد میام با هم دیگه فیلینگ رو میریزیم. شکلاتمون بسته شده، ما از مواد فیلینگ میریزیم روش و بلای آخر شکلات. فقط دقت کنید باید کاملا اینو فشار بدید که مثلا گسسته نباشه. خب این هم کاملا منسجم شده. میریم سراغ بقیهش. شکلات رو بدیدم روشون و دیگه بره توی فریزر. اینا رو میذارم توی فریزر یا یخچال تا برای یه ساعت بمونن و بعدش دیگه شکلات همون آماده است. یعنی چون من اینا رو تازه است فریزر در بودم ولی بازم حالا ببینید خیلی راحت جلو میشه بکنید. یه شکونی ما دیدید که چقدر مغزش قشنگ پرمرد و خوشمزه و کریسپیه و اصلا کنم اون کریسپی بودنش باعث ترن شدن این شکلات شده. خب دوستای عزیزم، اینم از آموزش امروزمون که مربوط به ترن‌ترین شکلات این روزها شده و شکلات دبی که واقعا واقعا خوشمزه است. من خودم کنم دو بار دوستش کردم، ولی با اینکه کلن شکلات خور نبودم به خاطر اون فیلینگ میانیش واقعا عاشق شدم. بهتون پیشنهاد میدم که حتما درستش کنید. در سعیش هم تو دیگه از صفر تا صد بهتون آموزش دادم و مطمئنم از درست کردنش و از خوردنش لذت ببرید. خیلی ممنونم که مثل همیشه تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. ممنون میشم که با لایک و کامنت از من حمایت کنید.
ویدیو اگر خوشتون اومد برای دوستای دیگه‌تون شیر بکنید. تا ویدیو آموزش بعدی خدا نگهدار.